به خاطر عدم وقت کافی، یعنی چون من همش کار میکنم اصلا استراحت ندارم. استراحت من مثلا بین 12 شب تا مثلا 6 صبح باشه، همینقدر، بیشتر نیست. و بعد تا بیدار میشم شروع میکنم، آماده میشم، بدو بدو سر کار، کار اول، بعد کار دوم، دوباره برگشت سر کار دوم اول تا ساعت مثلا 10 شب 11 شب گاهی اوقات. اینه که واقعا مشکلات زیاده، ولی چیزی که منو روی پا نگه میداره فقط و فقط قوت مسیحه. آمین. یعنی خدای زنده‌ای که منو نجات بخشید و شفا داد. منی بودم که افسرده بودم، همین دکتری که دیروز رفتم پیشش، که من وقتی میرم پیش این خودش شارژ میشه، چون من از یه قوتی صحبت میکنم و سلامتی. گفتم نه، من اصلا مریض نیستم که فکر کنی الان مریضم. و پرسید افسردگی چطوره؟ هنو افسردم هستی؟ گفتم که نه. باور کن که من یک جعبه قرص به من خودش داده بود. گفتم خانم دکتر من یک دونه از این قرصایی که دادی استفاده نکردم، برای اونم برای سردرد بود و یه مقدار خواب و این چیزا بود و یه مقداری کنترل کردن همون افسردگی و چیزا. گفتم من اصلا استفاده نکردم. گفت هنوز داری؟ گفتم فکر کنم، نمیدونم، انداختم شو چند وقت پیش، درش نوردم، جعبه دست نخورده. گفتم حیفم اومد، این همه اینا گرون خریده بودم، پول داده بودم، ولی استفاده نشد. ولی دلم میسوزه چرا مثلا اینا رو بر اینجا یه طوریه که داروخانه نمیپذیره. قرصی که گرفتی از داروخانه آوردی بیرون دیگه برگشت نداره، نمیپذیرن. حیفم اومد، گفتم که چرا مثلا حالا برای یه بنده خدای دیگه استفاده بشه. از این نظر ناراحت بودم فقط، ولی خب خوشحال بودم که استفاده نکردم، احتیاجی نداشتم. میخوام بگم که مشکلات هست، سختی ها هست، ولی قوت خدا و محبت خدا، فروتنی خدا، عدالت خدا رو وقتی که ما بپوشیم، اون ما رو نگه میداره. در اوج سختی باشیم، در اوج گرفتاری و غم باشیم حتی، ولی آرامش خدا به ما او قوت رو میده که و تسلی رو میده. و الان دیگه طوری نیست میگم که وقت ندارم مثلا قصه بخورم، هر چیزی غم داشته باشم. گفتم دیگه نه، من اصلا افسردگی که نیست، فقط یه مقدار نگرانه یکی از بچه‌هام هستم که خدا در کنترله. میدونم خدا چقدر معجزه کرد برای این پسر من. آمین. امید دارم که حفاظت خدا و دست خدا هنوز بالای سر این فرزند من هست، چون با دعا هممون داریم اینو به اصطلاح حمایت میکنیم با دعا، و خدا داره همینطور یه تغییر و تحولاتی انجام میده بدونی که ما زور. من خودم کنار کشیدم، من قبلا مثلا خیلی وارد به اصطلاح چیزای جزئیات رفتارای بچم میشدم، پسر حالا بزرگ شده، ولی خودم الان کنار کشیدم دیگه، مثل اون گذشته نمیرم تو چی میگن نروش همچی این کارا رو دیگه نمی کنم. ولی میدونم که خدا در کنترله و اوست که ما رو نگه میداره در همه مشکلات و سختی ها و تنگی ها. او قوت به ما میده. نگران هیچ چیز نباشید.